سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما رو هم چه کوکتل تی وی و امروز اومدیم با یه اخبار رپی دیگه و می‌خوایم بررسی کنیم اخبار یک هفته گذشته رپ فارسی رو. اما قبل از سرسیاتی ماشی حتما کانال سابسکرایب کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید. و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید. صحبت دیگه باقی نمیمونه، میریم که با هم اخبار رو داشته باشیم. برنامه رو با استوری ندا سرمست شروع میکنیم که در رابطه با فیت پیشرو تکناین و یاس بود. همونطور که میبینید نوشته فعلا تاریخ دقیقی نیست. چرا؟ چون آرتیستا با هم در ارتباطن و دارن شعرها رو مینویسن. هر وقت تکمیل بشه حتما خبرهای دقیقتری رو اعلام میکنه. شایعه اعلام کرد که قراره به زودی کنسرت آنلاین داشته باشه که خبر خوبی. این چند وقته داریم میبینیم که حالا از مهراد هیدن و سوگند و بقیه به هر حال دارن این کارا رو میکنن. خیلی خوبه، امیدواریم که بیشتر بشه. بجز شایعه، تتلو هم اعلام کرد که به احتمال زیاد یک کنسرت آنلاین خواهد داشت. امین از منیجرهای سهراب ام جی و زاخار رکورد خبر از سومین سینگل ترک آلبوم زاخار اصلی داد که به نظر میاد همون فیتشون با امیر تتلو، یعنی ترک نردبون باشه. خب همونطور که در اطلاع هستین چند وقتی هست که داریوش برگشته و خبر از آهنگای جدیدش میده که قراره بیادم و یه اتفاق عجیب افتاده بود و اونم این بود که توی بیوش از ملتفت نام برده بود و به نظر میومد که دوباره برگشته به ملتفت، اما هیچ خبر دقیقی نیست. باید ببینیم که بعد از سرکش آیا از طرف اعضای ملتفت حمایت میشه یا نه. کار که داره پخته میشه که ریلیز شه، کار که داره ریلیز میشه. پوبون با تیزر تاریخ پخش آلبوم میدنایتش که مدتی هست معرفی کرده رو اعلام کرد. سه ترک از امیر تتلو در حال حاضر برای فروش هست، میتونید برید خریداری کنید. این ترک ها من باد قهرم، عاشق و دیدیه که من باد قهرم این هفته پخش شد. همونطور که در جریان هستید توی یک سال گذشته بچه‌های ونتونز اعلام کرده بودن که قرار نیست آهنگی رو مشترکاً داشته باشن توی آینده نزدیک، اما خب بعد از اون ما ویدیوهایی رو دیدیم مخصوصاً توی کانال کوروش که اعلام کرده بود به نظر این تصمیمشون اشتباهه و قراره به زودی با هم باز آهنگایی رو بدن و اولین سینگل ترکشون هم با یه تیزر معرفی شد به اسم همینیم که هستیم. مرجاک با یه استوری خبر از آهنگ جدیدش داد با مسلک. من یه عمر تو قرنطینم، غربت تو وطن دیدم، جای خنده رو صورتم دی من که جسمم بایدش روحم هم بیدم، من تکه گاه بودم و هرکی خراب شد رو منم ریخت. خب بالاخره آلبوم جدید سورنا که چند ماه پیش خبر ازش دادیم معرفی شد. اسم آلبوم جوزنه و آهنگسازش خود سورنا، دهقان، شمرونی و نجوا هستن. 17 تا ترک داره، قیمتش 99,000 تومانه که قیمت معقولیه تو این گرونی و این داستان ها. و خب من لینکش توی دیسکریپشن میذارم، میتونید برید خرید کنید. اما نکته جالبی که داشت این آلبوم حمایت سروشیچکس بود که همونطور که میبینید با یه توییت اعلام کرد که برید بخرید، از اون مجموعه هاست. و خب این خیلی جالبه که میبینیم هیچ کس داره به سورنا اینجوری نگاه میکنه و احتمالا روابطشون خوب شده، شاید همکاریایی هم داشته باشن، معلوم نیست هیچی. اما خب سورنا هم 9 ماه گذشته، یعنی وقتی که مجاز اومده بود حمایتای رو کرده بود. حالا میبینیم که حمایت ها دو طرفه است، بعد منتظر خبرهای خوب باشیم به نظرم. خب دوشنبه این هفته اولین ترک آلبوم پرسپکتیو از صادق پخش شد، اسمش زالوها خونه دل میخورن. اما پس فردا هم که دوباره دوشنبه باشه دومین سینگل ترکش پخش میشه به اسم تو حیات نباشه وحش. قضا تموم شد، زالوها همو میخوردن و رو دیوار تاریخ میکشیدن شکلی مبهم از خودگذشتگیشون تا مرز ایثار داشت، میشد این وسط یه نطفه بیدار. ترک جنجالی و سیاسی کلی هم این هفته از فدایی با آهنگسازی مهدیار آقاجانی پخش شد. یه نکته دیگه ای که داشت همونطور که میبینید توییت سروش هیچکس بود که نمیشه بود اوه اوه، مخصوصا قسمت سومش که علاقه خودش رو نسبت به ورس سوم این آهنگ نشون داده بود.
ترک بیکران هم بالاخره پخش شد. این ترک همکاری بین پویان اردلان، ایمانمون و دارا. دستاتو میخوام بیشتر منفهم با این عشقم نگران نباشا تو هم نتو برم نبگیرم این به بعد دستاتو بریم. ترک مسی و ساقی از تس همین هفته پخش شد. میگه نرنج نرنجون، من آخرین کسی که کشتم تنم بود، سرم کوچ پرم دود، زیر پام ستاره از همه تونم دور، بالا رفتیم فلک. ترک من باد قهرم و دشیم از امیر تتلو که این هفته پخش شد. یه نکته یا من بعد اینجا بگم، خیلی ها میگن چرا از سوگند میذاری، چرا انسی میذاری، چرا از تتلو میذاری، چرا از هومان میذاری، چرا از پوبون میذاری. خب اینا سبکشون اکثرا آرنبیه و خب تو رپ هم خیلی بودن، خیلی جا کورسا رو خوندن، وکالیست های خوب رپ فارسی بودن. خب ما از اونها هم نام میبریم چون کارشون جای دیگه هم نیست که معرفی بشه، خیلی کمک کردن به رپ، ما هم اینجا ارادتمون رو بهشون نشون میدیم. فقط یه نکته دیگه که هست، آهنگای امیر تتلو رو نمیشه گذاشت، خب به علت اینکه کپی رایت سنگین گذاشتن روش. اگه میبینید آهنگش اگه صدا نداره یا خیلی کمه، مثلا 5 ثانیه است، به خاطر داستان کپی رایت. ترک شاید یه روزی رو داشتیم از اوکتاو. حبم نبود اینقدر بچم، شاید تموم بشه امشب صبرم، آره کنار تو آرومم ولی خاطره ها طیفم کرد. مونالیزا رو داشتیم از سینا فریاد. تا یه دقیقه وایسی من رفتم واسش، دست خودم میشه دست بردارم، تونتر 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 تونتر. فری استایل تصویری کلیمانجارو رو داشتیم از سپر خلسه با آهنگسازی ددان. تو لیوانم پر بیلیس، پشمانم کم زدم گل ملی، هلندی رول بیبی اختیار گذاشتن رو کد ملی، آرتابه میگه بکن شورت رو بیت کوین، دو تا چیز دیگه نیستم کوکو ریس کوین. موزیک ویدیو من و تو از بی باک. آتش بسه پت چرا تو جنگی با من، به بحثان میزدی دامن، خودت تو از جا من میبینی چی هست. ترک سرگیجه رو داشتیم از آیسم. توی این آسمون شبا بیدار سو با چش و کاس خون، ستاره ها نمیزنن برقیه، چرا این نگاه رو کنم سنگی. ریمیکس ترک مثل من رو داشتیم از چرسی. میتابه اول روز، چرسی نداره دوست، یکم هم زده مود که سلکارم بود. دیست ترک تو رو داشتیم از وایزی به ردوچی. اول زمین کیلتوت کیلتوت، آره یاقی دیس بود یا خالتوری مثل پیت بول پیت بول، ولی چاقی سیست جون میدی واسه فیت پول پول، اونم واسه فیست جون جون، شاین بیا کیک زود زود. ای 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 ترک مثل همیشه از هومان. بس همیشه بیا باز دوباره بارونو با هم ببینیم ما از تو پشت پنجره تا که دست. آلبوم ترور از امین تی جی هم بالاخره این هفته پخش شد. روی موفل و ملماس میکنم سوی تو ترور اکتا کاره یه رو بایوانگ شده پرکش عاشق بردم من کی میخواد اینه سرم خوب اونایی که رپ حالیشونه، خودش روانی بود الان دورش ده تا دیوونه بزن از شغال نمی. همچنین آلبوم دستخط از آریا اجدر همین هفته پخش شد. از این دو فقه یه روزنه میبینم همه کنش، دور از شهر دور از شهر دور از شهرم، دلم تنگ دلم تنگ واسه. اجرایی رو داشتیم از مستر ام پی. من میرسم بالای ابرا، پروازم و تماشا کن، من میپرم از. همچنین اجرایی رو هم داشتیم از آریا مومد. من همیشه سرم بالا بوده، ترسی نبود از کسی، انتخاب کردم بشم تک و تنها بعد سی، همین صفر و یک که تصمیمم میساختش منو، میریخ موی سرم از استرس و مادرم ای میگفت. همونطور که خب شاید توی پست دیده باشید که گذاشته باشیم، تیزر رومو جولیده رو داشتیم از دلو که قرار ولنتاین امسال پخش بشه. موسیقی
بود از اخبار رپی این هفته. واقعا خیلی جای خوشحالیه که میبینیم اکثرا پرکار شدن، چه رپکنهای نسل دو چه نسل چهاری که دارن میترکنن و بقیه رپکنها. خیلی خبرهای خوبی رو داریم در ادامه و امسال فکر کنم یکی از بهترین سالهای رپ فارسی بود. امیدوارم که شما هم لذت برده باشید و تمام لینک ها توی دیسکریپشن هست، میتونید برید بزنید روش و حالا اگه خریداری کنید و اگه میخواین آهنگو از اونجایی که واقعا معتبره و خود خواننده گذاشته گوش کنید، باز میتونید برید اونجا. اگه توی طول هفته دوست دارید از اینا با خبر بشید، میتونید عضو کانال تلگراممون بشید که همه چی اونجا نوشته شده دقیق و لینک های رسمی گذاشته شده. صحبت دیگه باقی نمیمونه. دمتون گرم که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم حالتون هم چه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی یو سون.